شرکت کوکاکولا از قدیمی ترین و محبوب ترین برندها در زمینه تولید نوشیدنی است و امروزه کمتر کسی است که حداقل یک بار در طول زندگی خود نوشابه کوکاکولا را مصرف نکرده باشد. نام این برند قدیمی آمریکایی سالها مترادف نوشیدنی‌های گازدار بوده است. گستردگی فعالیت‌های این شرکت تنها به ایالات متحده محدود نشده و سرتاسر دنیا را در بر می‌گیرد. امروزه نوشابه‌های گازدار به یکی از پرمصرف‌ترین مواد غذایی در سرتاسر دنیا تبدیل شدند و با تغییر فرهنگ عام جهانیان نوشابه‌های رژیمی این برند که تحت عنوان زیرو و لایت شناخته می‌شوند انتخاب اول بسیاری از افراد برای نوشیدنی هستند. تنوع محصولات این شرکت و اعتبار قابل توجه نام کوکاکولا آن را بالاتر از رقیبان خود بر قله صنعت نوشابه سازی نشانده است. در ادامه با ما همراه باشید تا تاریخچه جالب این برند و راز مخفی ترکیبات آن را خدمت شما عزیزان توضیح دهیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید خوشحال میشیم که اون رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما مطلع بشید. نخستین خشت‌های این کمپانی محبوب در قرن 19 و در خلال جنگ داخلی آمریکا توسط یکی از افسران نیروهای شمالی به نام جان پمبرتون نهاده شد. پمبرتون پس از برداشتن جراحاتی شدید به مصرف مورفین روی آورد. در این زمان اعتیاد سربازان به این ماده بسیار شایع و برای ارتش شمال مسئله‌ای دردسرساز بود. پمبرتون در جستجو به دنبال جایگزینی برای مورفین داروخانه شخصی خود را تأسیس کرد. وی در این داروخانه با ترکیب دانه‌های درخت کلای آفریقایی و برگ کوکا شربتی دارویی برای بهبود اعصاب خلق کرد. بسیاری این شربت را الهام گرفته از نوشیدنی موفق وین مارتینی در فرانسه می‌دانند. تفاوت این دو در وجود دانه‌های کلا در شربت پمبرتون بود. جالب است بدانید یک سال پیش از تلاش‌های پمبرتون یک گروه اسپانیایی نوشیدنی مشابهی به نام کلا کوکا را در جریان مسابقاتی در شهر فیلادلفیا ارائه کرده بودند. کوکاکولا در سال 1953 حقوق این نوشیدنی را خریداری کرد. با منع خرید و فروش مشروبات الکلی در آمریکا، شرکت پمبرتون نمونه‌ای جدید از نوشیدنی خود را عرضه کرد. این محصول جدید با استقبال قابل توجهی از جانب مردم روبرو شد. شربت خوش‌طعم پمبرتون به مرور راه خود را به داروخانه‌های دیگر نیز پیدا کرد. او این نوشیدنی را با شعار دارویی مناسب برای بسیاری از بیماری‌ها تبلیغ می‌کرد که در ادامه سنو از نوشیدنی کوکاکولا توسط تولید کنندگانی مختلف به بازار عرضه شدند. در این زمان پمبرتون اجازه استفاده از فرمول این نوشیدنی را به دو شرکت دیگر داد، اما به کار بردن نام کوکاکولا را تنها مختص به فرزند خود چارلی عنوان کرد. در سال 1887 تاجری به نام آسا کندلر بخش قابل توجهی از سهام کمپانی پمبرتون را خرید. با این وجود حق استفاده انحصاری چارلی از نام کوکاکولا مشکلات فراوانی برای او ایجاد می کرد. کندلر در سال 1892 شرکت کوکاکولا را ثبت کرد. او در سالهای پیش از این انتقال ناچار به فروش نوشابه های خود تحت نامهایی چون یوم یوم و کوکه به دلیل حق اختصاصی چارلی پمبرتون در استفاده از نام کوکاکولا بود. برتری کیفی محصول کندلر در زیر سایه نام شناخته شده کوکاکولا قرار داشت. با مرگ جان پمبرتون، کندلر موقعیت را برای تصاحب کامل کوکاکولا غنیمت شمرد و اعتیاد وحشتناک چارلی به الکل و تریاک نیز در نهایت منجر به مرگ او شد. در این زمان کندلر حقوق کامل کوکاکولا را با پرداخت $300 به همسر دکتر پمبرتون به دست آورد. این موضوع او را به تنها سهامدار این شرکت تبدیل می کرد. در سال 1914 مارگارت دوزیر از سهامداران سابق شرکت کوکاکولا کندلر را به جعل امضای او محکوم کرد. این ادعا پس از تحقیقات فراوان و بررسی امضاهای دکتر پمبرتون تایید شد. در سال 1919 شرکت کوکاکولا توسط گروهی از سرمایه‌گذاران به مبلغ $25 میلیون خریداری و بازسازی شد. در طول سالهای پس از آن شاهد ادغام این کمپانی با شرکت‌های بطری‌سازی چون شرکت BCI و جانستون بوده ایم. نخستین تبلیغات کوکاکولا در سال 1894 و تحت پوسترهایی انجام شد. در این زمان شربت کولا به عنوان دارویی برای رفع مشکلات
معده به فروش می‌رفت. با گذشت حدود 50 سال از تولد کوکاکولا، این برند به یکی از نمادهای زندگی آمریکایی‌ها تبدیل شده بود. رمز و رازهای پیرامون فرمول مخفی به کار رفته در تولید نوشابه‌های این شرکت نیز بر جذابیت آن می‌افزودند. در اواسط دهه 50 میلادی، نخستین قوطی‌های نوشابه کوکاکولا تولید شدند. در سال 1985 این کمپانی نوشیدنی جدیدی به نام نیو کوک را به بازار عرضه کرد. تحقیقات حاکی از طعم بهتر این نوشابه نسبت به همتای قدیمی خود و محصولات سایر رقبا چون پپسی بودند. با این وجود قدرت نوستالژی طرفداران کوکاکولا بر کیفیت برتر نوشیدنی جدید غلبه کرد. در این زمان شیفتگان کوکاکولای قدیمی اعتراضات فراوانی را بر ضد این شرکت به راه انداختند. این مسئله منجر به عرضه نوع قدیمی نوشابه کوکاکولا تحت عنوان کوکاکولا کلاسیک شد. با ورود به هزاره جدید، کوکاکولا نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش داد. امروزه محصولات این شرکت در تمامی کشورها به جز کره شمالی و کوبا عرضه می‌شوند. این کمپانی در سال 2007 تولید نوشابه‌های نیو کوک را متوقف کرد. فرمول نوشیدنی‌های کوکاکولا تا به حال ثابت مانده است و آنها در ادامه عبارت کلاسیک را از محصولات خود حذف کردند. بسیاری دلیل این امر را استراتژی جدید این شرکت در راستای تغییر چهره برند خود می‌دانند. در حال حاضر کوکاکولا به عنوان یکی از موفق‌ترین، بزرگترین و محبوب‌ترین برندهای دنیا شناخته می‌شود. نوشابه‌های معمولی این شرکت از ترکیب آب گازدار، شکر، کافئین، فسفوریک اسید، رنگ کاراملی و طعم‌دهنده‌های طبیعی ساخته می‌شوند. کوکاکولا از ارائه اطلاعات در مورد طعم‌دهنده‌های طبیعی نوشابه‌های خود امتناع می‌کند و ماهیت مرموز این ترکیب‌ها را می‌توان یکی از دلایل جذابیت این برند دانست. فرمول مخفی کوکاکولا ابتدا در گاوصندوق مخصوص این شرکت در یکی از بانک‌های قدیمی آمریکا نگهداری می‌شد و در حال حاضر این فرمول در جایگاهی امن در موزه جهان کوکاکولا قرار دارد. شایعات فراوانی پیرامون این فرمول وجود دارد که اکثر آنها از دسترسی تنها دو نفر از مدیران این شرکت به فرمول مخفی حکایت می‌کنند. لازم به ذکر است که فرمول امروزی نوشابه‌های کوکاکولا تفاوت‌های فراوانی با ترکیبات شربت پمبرتون دارد. او در تهیه محصول خود از کوکائین و کافئین استفاده می‌کرد که این ترکیبات از برگ کوکا و دانه کولا به دست می‌آمدند. کوکائین در سال 1903 از لیست ترکیبات نوشیدنی کوکاکولا حذف شد. دانه‌های کولا یکی از طعم‌دهندگان اصلی نوشابه‌ها بوده و هر کدام از آنها حدود 3.5% کافئین و مزه تلخ دارند. نوشیدنی‌های شرکت کوکاکولا بسیار متنوع هستند. این کمپانی در کنار عرضه نوشابه‌های مشکی، نوشیدنی‌های میوه‌ای مختلف، نوشابه‌های بدون کافئین، نوشابه‌های رژیمی و بدون قند نیز تولید می‌کند که نوشابه‌های میوه‌ای این شرکت در طعم‌های متعددی چون آلبالویی و گیلاسی عرضه می‌شوند. در طول تاریخ شاهد تولید موارد مخصوص و کمیابی از جانب این شرکت بوده‌ایم. این نوشیدنی‌های خاص عمدتاً با محوریت مناسبت‌های جهانی مختلف عرضه می‌شوند. معروف‌ترین این موارد کوکاکولای طلایی است که در سال 2001 و برای بزرگداشت میزبانی مسابقات المپیک در چین تولید شد. از دیگر نوشابه‌های معروف شرکت کوکاکولا می‌توان به نمونه‌های وانیلی، تمشکی، لیمویی، پرتقالی، لایف، زنجبیلی، انرژیزا، دارچینی و قهوه‌ای نیز اشاره کرد. بدون شک بزرگترین رقیب برند کوکاکولا شرکت پپسی است. این دو شرکت در طول تاریخ رقابتی تنگاتنگ داشته و در کنار دی آر پپر مشهورترین برندهای نوشیدنی غیر الکلی در جهان هستند. تولید کنندگان محلی در سراسر دنیا به رقابت با این برندها می‌پردازند. در آمریکای مرکزی و جنوبی شرکت بیگ کولا، در فرانسه کمپانی کورسیکا کولا و بریژ کولا، در سوئد برند جول ماس و در آلمان ویتا کولا از جدی‌ترین رقبای کوکاکولا به حساب می‌آیند. شرکت کوکاکولا در طول تاریخ برخی از جذاب‌ترین روش‌های تبلیغاتی را در پیش گرفته است. بسیاری این کمپانی را مسئول خلق شکل امروزی بابا نوئل در جوامع مسیحی می‌دانند. گروه موسیقی محبوب دهیل ساید برگرز در سال 1971 قطعه‌ای برای تبلیغات تلویزیونی انقلابی این شرکت منتشر کرد. این آهنگ موفق را می‌توان از مشهورترین قطعات موسیقی دهه 70 میلادی دانست. شرکت کوکاکولا در سال 1982 کمپانی فیلمسازی کولومبیا پیکچرز را خریداری کرد که البته خریدی نه چندان موفق بود و در نهایت منجر به فروش مجدد آن به شرکت سونی شد.
شد. کوکاکولا در طول تاریخ حامی بسیاری از رویدادهای ورزشی بوده است. از این رویدادها می توان به المپیک سال 1996 و المپیک زمستانی سال 2010 اشاره کرد. این شرکت یکی از شاخص‌ترین برندهای 100 سال گذشته دنیا بوده و در بسیاری از فیلم‌ها، آهنگ‌ها، سریال‌ها و سایر محصولات رسانه‌ای شاهد اشاره به آن هستیم. مدیران کوکاکولا همواره نقشی قابل توجه در جریان‌های سیاسی در سراسر دنیا داشتند که این امر منجر به حجم عظیمی از انتقادات به آنها شده است. و جالب است بدانیم کوکاکولا در سال 2015 به عنوان سومین برند ارزشمند دنیا پس از گوگل و اپل انتخاب شد. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. اگر دیدن این ویدیو برای شما دوست عزیز مفید واقع شده، خوشحال میشیم که اون رو لایک کرده و با دوستان عزیزان خود نیز به اشتراک بگذارید. آرزو میکنیم همه لحظه های زندگیتون سرشار باشه از موفقیت، شادکامی و سلامتی.